خوشحالم که امسالم که آخرین ماه رمضانی است که میتونیم استفاده و بهره برداری کنیم، مثل هر سال دیداری با فعالان عزیز اقتصادی داشتیم و از نکاتی که بیان فرمودید استفاده کردیم. حتما هم نکاتی که مطرح شده آقای دکتر نهاوندیان اینها رو دنبال بکنه، گرچه فرصت ما تا پایان دولت خیلی زیاد نیست، اما خیلی از این موارد هست که میشه در همین فرصت تصمیم گیری بشه، اقدام بشه و یا مواردی که هست در مقررات آیین‌نامه ها اصلاح بشه. این فرصت واقعا وجود داره. به نظر من فرصت 100 روزه یک فرصت بسیار خوبی هست، حالا هم در آغاز دولت 11 هم در آغاز دولت 12 و هم الان که در فرصت 100 روزه پایانی دولت 12 هست. نکته دوم این که من میخوام از همه فعالان اقتصادی تشکر بکنم. به هر حال در بخش اقتصاد آقای دکتر نهاوندیان شاهد هستند، من تو همه جلساتی که وزرا هستند، متخصصین هستند، بحث میشه، پایانش میگم نظرات فعالان اقتصادی رو بگیرید، اونها در عمل هستند، کاملا لمس میکنن. درسته علم جایگاه خاصی داره، اما تجربه هم بخشی از علم و گاهی وقتا تجربه از دانش و علم هم بیشتر میتونه ما رو یاری بکنه و ما رو کمک بکنه. خب شما کاملا شاهد هستید در طول این 8 سال، حالا در بعد همین اقتصاد که ما بحث میکنیم، با چه مسائلی ما مواجه بودیم و چه اقداماتی کردیم. حالا اقداماتی که میتونیم بگیم یک موفقیت بسیار خوب بوده یا اقداماتی که در بخشی از راه توفیقاتی رو به دست آوردیم و باید ادامه پیدا بکنه.